آقای گلریز، خب همونطور که همکارم توضیح داد در کنفرانس امنیتی در مونیخ در رابطه با ایران و مسئله برجام صحبت شده، چقدر این گفتگوها میتونه روی نتیجه برجام اثرگذار باشه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. نشست سالانه مونیخ نشست مهمیه در سطح بین المللی برای موضوع امنیت و من فکر میکنم مهمترین موضوعش ایران نیست، بلکه موضوع بحرانی است که روسیه در خصوص اوکراین به وجود آورده و متفاوت در عمل نشست های وین با این نشستی که هست. ولی من از آغاز این بحران مطرح کردم اتفاقا در تلویزیون شما با همکاران دیگرتون که تصور اینی که آقای پوتین پوانی به عنوان توافق هسته‌ای رو که یک پوان انتخاباتی آقای بایدن بوده به آقای بایدن ارائه بده به خاطر نفوذی که در بین مقامات ایرانی داره بدون به دست آوردن کمترین دستاوری در خصوص موضوع اوکراین یه مقدار مشکله. از این جهت من فکر میکنم که صحبت‌های دیروز آقای عبداللهیان و سپس توضیح حائز اهمیت آقای مرندی در یکی از رسانه‌های دولتی ترکیه که فارس هم به اون اشاره کرد مهمه. آقای عبداللهیان اونجا مطرح کردن که و این نکته اصلی من رو در عمل توضیح میده که گفتن که وقت در ما عجله‌ای نداریم، ضرب الاجل‌ها رو قبول نداریم و این امریکا و اروپایی هستن که باید تصمیم بگیرن و آقای مرندی اشاره کرده که رژیم‌های ناتو که تو هم منظورش هم اروپا و امریکا هست چون ضعف نشون دادن از خودشون در خصوص چین و به خصوص روسیه بهتر است که هرچه زودتر توافق رو قبول کنن. یعنی پیوند مسئله اوکراین که نشست مونیخ هست و مسئله هسته‌ای پیوند جدیه و من فکر میکنم که موضوع توافق هسته‌ای برمیگرده به اینکه چه اتفاقی در خصوص این موضوع میفته و بعد این رو ارائه بدن و مطرح بکنن. خب وزیر خارجه ایران میبینیم در مورد پیشنهادات سازنده صحبت کرده، شامل چه مواردی میشه و اگر از نظر ایشون سازنده است پس چرا ما میبینیم که اروپایی‌ها همچین نظرشون مثبت نیست در این رابطه؟ خب پیشنهادات سازنده اگر سازنده بود قطعا برای تهران سازنده میتونه باشه، ولی برای امریکا و اروپا اگر بود که تا الان به نتیجه رسیدن، چون که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستند که عجله دارن و نمیخوان اتفاقا مذاکرات وین به بخشی از مناقشه بین روسیه و در عمل ناتو برگرده. من فکر میکنم آقای عبداللهیان یک طرفه سخن گفتن. گزارشی هم که رویترز بیرون داده گزارشی هستش که هنوز تایید نشده، باید ببینیم تا چقدر این گزارش دقیق هست. ولی خب مسئله به طور مثال سانتریفیوژهای نسل جدید چه اتفاقی براش خواهد افتاد یا موضوع غنی‌سازی 60% یا همین موضوع تضمین‌ها که مطرح شده موضوع مهمیه که باید ببینیم چه مکانیزمی برای حل اون رو در نظر می‌گیره. خب فرانسه و آلمان به نظر موضع تندی دارن در قبال ایران و گفتن ایران باید رهبرانش تصمیم بگیرن که میخوان توافق نجات پیدا کنه یا نه. چه مواردی باعث شده که موضع تندتری از خودشون نشون بدن؟ خیلی با ارزش نیست این مواضع تند. الان سالهاست که کشورهای اروپایی مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی دارند ولی در عمل ادامه مذاکرات رو در پیش گرفتن و مواضع تند خیلی تأثیری نخواهد گذاشت در این اتفاقات. من فکر میکنم که باید ببینیم بحث اوکراین به کجا میرسه و سپس امریکا دوباره چه نوع امتیازی رو به جمهوری اسلامی خواهد داد. متشکرم از توضیحات شما. دامون گلریز، تحلیلگر امور راهبردی از لاهه.